سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیروزی هستم. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به تازه ترین دور گفتگوهای اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس و ابعاد مختلف این مذاکرات، از جمله تأثیرش بر امنیت ایران و منطقه و بر رابطه ایران و آمریکا را با مهمانم دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در نیویورک و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در میان می‌گذارم. با ما همراه باشید. به لوزان سوئیس دوخته شده، به هتل بوریواش، جایی که مذاکرات بر سر مناقشه هسته‌ای ایران بی‌وقفه جریان دارد. قرار بود روز سه‌شنبه 11 فروردین آخرین روز از مهلتی باشد که ایران و قدرت‌های جهانی برای رسیدن به تفاهم سیاسی در مورد چارچوب توافق جامع تعیین کرده بودند. با این حال دست نیافتن به توافق در این مهلت مذاکرات را به روز چهارشنبه کشاند. طرفین مذاکره گفتند گفتگوهای روز سه‌شنبه مفید بوده و راه را برای دستیابی به یک توافق سیاسی هموارتر کرده است. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است دستیابی به توافق امکان پذیر است اما قطعیت ندارد. وی گفته است هر توافقی باید راه دسترسی ایران به بمب اتمی را مسدود کند. چرا ایران و قدرت‌های جهانی هنوز نتوانستند به توافق دست یابند؟ موانع چیست؟ تأثیر این گفتگوها بر امنیت ایران و منطقه و همچنین بر رابطه ایران و آمریکا چیست؟ این پرسش‌ها را با مهمانم دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در نیویورک و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در میان می‌گذارم. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما، متشکرم از دعوتتون. آقای دکتر، همونطور که در جریان هستید، در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم گفتگوها همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد. تحلیل شما از این دور از مذاکرات چیست و چرا اصولا این گفتگوها در پایان ضرب العجله روز سه‌شنبه به نتیجه نرسید؟ من بر مبنای گزارشات و شواهدی که من مطالعه کردم فکر میکنم که از جهت فنی و حتی چارچوب سیاسی طرفین به توافق کلی رسیدن، ولی این توافق در یک جمله اون رو بیان کردن به هیچ وجه کمکی به حل مسئله نمی‌کنه، بلکه نوشتن متن این توافقنامه نقش بسیار مهمی داره. و وقتی ما راجع به نوشتن متن این توافقنامه صحبت میکنیم، در واقع سه تا چونه‌زنی همزمان ادامه داره. یکی چونه‌زنی که در لوزان هست که در اونجا آمریکایی‌ها روی مسائل بسیار ملموس و مشخص و قابل سنجش تاکید میکنن و ایرانی‌ها میخوان بیشتر موضوع رو در چارچوب عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای، کلیات، حق حاکمیت ایران و اینکه تبعیضی علیه ایران به عنوان امضا کننده عهدنامه من گسترش و تسلیحات هسته‌ای اون رو نپذیرم. چرا؟ برای اینکه این متن مورد انتقاد بسیار دقیق مخالفین در واشنگتن و در تهران قرار میگیره و طرفین مذاکره میخوان زبان این متن، استعارات این متن، جزئیات این متن طوری باشه که بتونن در برابر منتقدین خودشون ازش دفاع بکنن و این کار بسیار مشکلی است، ولی به نظرم شدنی است و از اونجایی که طرفین سرمایه‌گذاری وسیع سیاسی روی این کار کردن در طی دو سال گذشته، من احتمال بالا میدم که اینها بتونن به نتیجه برسن که برای طرفین قابل تحمل باشه.
آقای دکتر، به بحث مخالفین و منتقدین این توافق میپردازیم، اما به نظر میرسه که بحث لغو تحریم ها اولویت اصلی در مذاکرات است برای جمهوری اسلامی و تهران خواستار لغو یک جانبی تحریم ها به صورت یک مرحله ای، اما طرف مقابل صحبت از لغو تدریجی تحریم ها میکنه. آیا به نظر شما اصرار ایران بر لغو یکباره تحریم ها مانعی برای رسیدن به تفاهمه؟ از اونجایی که انگیزه اصلی ایران برای شرکت در این مذاکرات رفع تحریم‌های اقتصادی است و جامعه ایران ارتباط مستقیمی بین حل معضل هسته‌ای و بهبود اوضاع اقتصادی می‌بینه، از این جهت رژیم ایران، مذاکره کنندگان ایران سخت علاقمندند که بتونن استدلال ملموسی داشته باشن برای مردم و منتقدین خودشون که به اهداف خودشون رسیدن و این لغو تحریم هاست. اما اگر ایران انتظار داره که تمام این تحریم ها همزمان با امضای این توافق نامه لغو بشن، چنین امری امکان پذیر نیست. تحریم هایی که کنگره آمریکا علیه ایران تصویب کرده، پرزیدنت آمریکا حق داره که این تحریم ها رو برای مدت 6 ماه به حالت تعلیق در بیاره بر مبنای مسائل مربوط به اقتصاد یا امنیت که رئیس جمهور میتونه مورد توجه قرار بگیره و حتی بعد از 6 ماه اجازه داره باز اونها رو تمدید بکنه. ولی لغو این تحریم ها در دایره قدرت رئیس جمهور آمریکا نیست. تحریم های سازمان ملل متحد اونجا بیشتر جنبه سمبولیک داره. شورای امنیت اگر به خاطر فراگیر شدن این تحریم ها، بین المللی شدن این تحریم ها که بی سابقه است در روابط بین المللی، قطعنامه های شورای امنیت مهمه و دولت آمریکا میخواد مطمئن بشه که اگر ایران 2 ماه 3 ماه بعد از امضای این توافقنامه تقلب بکنه و پشت پا بزنه به تعهدات خودش، در اون موقع نیازی نباشه که دوباره برگرده به شورای امنیت. برای اینکه بازگشت به شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌های جدید علیه ایران بسیار بسیار مشکله، ولی به تعلیق درآوردن این تحریم‌ها این امکان رو به رئیس جمهور آمریکا میده که اگر مشکلی در اجرای تعهدات ایران پیش اومد، بدون اینکه برگرده به شورای امنیت این تحریم ها رو تجدید بکنه، یعنی حالت تعلیق در بیاره. و ایران اگر میخواد که به توافقی با آمریکا برسه، باید این محدودیت های رئیس جمهور آمریکا رو در لغو یا تعلیق تحریم ها بپذیره. دقیقا آقای دکتر، پرسش من هم همین هست. حتی اگه با خوشبینی ها تحریم ها لغو بشن، در صورتی که ایران دوباره غنی سازی رو با غلظت بالا اثر بگیره، آیا برقراری دوباره تحریم ها از سوی جامعه جهانی و ایالات متحده امکان پذیر است؟ بسیار مشکله. در شورای امنیت مشکل برای اینکه در اونجا روسیه و چین حق وتو دارن و در اون زمانی که روسیه، در اون موقع چین رأی ممتنع داد، روسیه رأی مثبت داد و در حال حاضر اختلافاتی که بین روسیه و آمریکا وجود داره سر مسئله اوکراین و جاهای دیگه، بسیار بسیار بعیده که چنین قطعنامه اگر مجددا در شورای امنیت مطرح بشه روسیه به اون رأی بده. بنابراین امریکا نمیخواد اینها رو لغو بکنه، ولی حاضره که در عمل به صورت تعلیق در بیاد. اتحادیه اروپا و تحریم های اتحادیه اروپا، اونها اگر بازرسان آژانس بین المللی بعد از امضای این توافق نامه گزارش بدن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، در اون موقع مخالفت ها هم در آمریکا و هم در ایران میتونه تعدیل بشه. ولی اگر بازرسان آژانس گزارش بدن که ایران به تعهدات خودش عمل نکرده، تجدید تحریم ها از طریق اتحادیه اروپا هم میتونه به آسونی تجدید تحریم ها از طرف کنگره آمریکا اتفاق بیفته. بنابراین ما نمیدونیم، حتی اگر این توافق نامه به امضا برسه امروز یا فردا، این امید هست که طرفین به تعهدات خودشون عمل بکنن، ولی به دلیل مخالفت ها و مخالفت های ایدئولوژیک، سیاسی، امنیتی به هر دلیلی در ایران و در آمریکا و در خاورمیانه، در اسرائیل، در عربستان سعودی با این توافق نامه هست، این امکان هست
که این توافق نامه مورد در عمل با اون انتظارات طرفین رو برآورده نکنه. این امکان هست، ولی در حال حاضر امید اینه که این توافق به امضا برسه و در طی 6 ماه یا 1 سال آینده طرفین نشون بدن که میتونن نسبت به تعهدات یکدیگر یک کسب اعتباری کرده باشن، به اصطلاح خودشون اعتماد سازی شده باشه. یعنی بعد از 35-36 سال تقابل و پرخاشگری بین ایران و آمریکا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک شبه اینها به همدیگه اعتماد بکنن. ولی اگر یادمون باشه در عهدنامه الجزیره که در سال 1981 بین پرزیدنت کارتر و ایران به تصویب رسید، طرفین از عمل کردن به تعهدات خودشون راضی بودن و هیچ سیاستمداری در آمریکا اون قرارداد رو مورد سوال و سرزنش قرار نداد. اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها تحت فشار زیادی هست. چقدر طول میکشه تا لغو تحریم ها اثر خودش رو بر اقتصاد ایران و گشایش و بهبودی بر روند وضعیت مردم، معیشت مردم نشون بده؟ من اولا ایران الان حدود 120 بیلیون دلار سپرده های بانکی تحریم شده داره که این پول ها وارد بازار ایران شدن نقش مهمی میتونه در سرمایه گذاری و اقتصاد ایران ایفا بکنه. و بعد اینکه خصوصا کشورهای اروپایی، ایتالیا، فرانسه، آلمان، اینها با ایران هنوز کنوزه، خصوصا ایتالیا و آلمان روابط تجاری دارن. بنابراین در طی 6 ماه آینده ما تغییرات و تحولات اساسی در رونق اقتصادی ایران میتونیم ببینیم. ولی مسئله اساسی فقط این نیست که پول وارد ایران بشه یا تجارت ایران با کشورهای دیگه عادی باشه، بلکه فساد و استبدادی که در رژیم ایران وجود داره میتونه حتی رونق اقتصادی رو به این شکل پی ببره که تکاثر سرمایه در به اقلیت کوچیکی در جامعه باشه. دقیقا همون اتفاقی که در دوره احمدی نژاد افتاد که ایران بیش از 700 بیلیون دلار درآمد نفتی داشت، سرمایه‌داران بسیار بزرگی در ایران درست کرد، ولی فقر رو هم گسترش داد. بنابراین پیشرفت اقتصادی ایران ارتباط به این داره که تا چه اندازه رژیم ایران رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران رو در نظر داره. و کارنامه جمهوری اسلامی در 37 سال گذشته به خوبی نشون میده که همونطور که آقای خمینی گفت، اقتصاد مال خره. بنابراین اینها حاضرن صدقه بدن، خرجی بدن، ولی اینکه تولید کار بکنن و رونق اقتصادی ایجاد بکنن، ما هنوز چنین رفتاری از رژیم ایران ندیدیم، حتی موقعی که تحریم ها وجود نداشت. بنابراین تحریم ها، برداشتن تحریم ها و ازدیاد فروش نفت ایران میتونه زمینه ساز بهبود اقتصادی در ایران باشه، ولی آیا این زمینه میتونه در عمل به رفاه و امنیت مردم کمک بکنه؟ اون بستگی به عملکرد رژیم در داخل داره. یکی دیگر از گره های اصلی در مذاکرات مشکل تحقیق و توسعه هسته‌ای است. این مشکل اصولا چیست و غرب دقیقا از ایران چه درخواستی داره در این زمینه؟ ببین، در حال حاضر ایران الان 6000 داره آمریکا میپذیره، گروه 6 کشور بزرگ دارن میپذیرن که ایران حدود 6000 چرخک سوخت یا سنتریفیوژ داشته باشه، که اینها میتونن از جهت کیفیت همین 6000 باقی بمونن، ولی کیفیت کار اینها در غنی سازی اورانیوم افزایش پیدا بکنه. و بعد اینکه در کنار این، اگر ایران این تکنولوژی و دانش رو بتونه، تحقیقات رو بتونه پیش ببره که بعد از مثلا 10 سال تعداد چرخک‌های سوخت رو به سرعت گسترش بده و اون چیزی رو که بهش میگن گریز هسته‌ای، یعنی فرض بکنیم که ایران یا هر کشور دیگری امضا کننده یه عهدنامه منع گسترش تسلیحات تصمیم بگیره که از این عهدنامه خارج بشه، دقیقا همون کاری که کره شمالی کرد. از اون زمان که اون کشور تصمیم میگیره از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج بشه، که این عهدنامه چنین اجازه‌ای به امضا کنندگان میده که با دادن یک اخطار 90 روزه خارج بشن، از اون زمان تا موقعی که بخوان یک بمب بسازن چقدر وقت میخواد؟ ایران در حال حاضر حدود 8 تن
اورانیوم غنی شده پایین داره که آمریکایی‌ها میخوان یا این مقدار رقیق بشه و یا اینکه از کشور خارج بشه، برای اینکه این اورانیوم که در حال رقیق است میتونه غلظتش زیادتر بشه و 25 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 90% لازمه که یک کشور بتونه حداقل یک بمب هسته‌ای بسازه، حداقل توانایی این رو داشته باشه. آمریکایی‌ها میخوان این توانایی بالفعل در ایران به حداقل خودش برسه و به حد اقل خودش رسیدن یعنی اینکه محدودیتایی روی زیربنای هسته ایران ایجاد بکنه و ایران تا حدودی این محدودیت ها رو پذیرفته برای مدت 10 تا 15 سال که البته ما نمیدونیم، ولی این موضوع برای آمریکایی ها و اروپایی ها بسیار مهمه که گریز هسته ایران به اینها وقت کافی رو بده که دست به اقداماتی برای مهار برنامه هسته ایران در جهت ساختن بمب بکنه. یعنی هنوز این اعتماد وجود نداره که ایران چنین نیتی در برنامه هسته ایش نیست. اصولا ایران به عنوان عضوی از NPT چقدر حق تحقیق و توسعه داره؟ این سوال بسیار جالبیه. اولا این محدودیت هایی که امروز این کشش کشور دارن روی ایران میذارن در تاریخ NPT یا اهنام بند گسترش تسلیحات هستی بی سابقه است. یعنی این اولین امضا کننده اهنام بند گسترش تسلیحات هستی است که چاره ای جز پذیرش این محدودیت ها نداره، برای اینکه بهای نپذیرفتن و امتناع از این محدودیت ها ادامه تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی است که حداقل برای بخشی از سردمداران رژیم خطری برای اونها شده. چرا این کار رو کشورهای شش کشور دنیا میخوان انجام بدن و شورای امنیت بهش رأی داده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهش رأی داده؟ این فقط به خاطر کارنامه ایران در سیاست خارجی 36-7 ساله شه. یعنی کشوری که اومده گفته من مقررات حاکم بر جهان رو قبول ندارم، مثلا مسئولیت دیپلماسی که هزاران سال برمیگرده، ایران میاد میگه من سفارتخونه رو میگیرم، دیپلمات ها رو میگیرم، به آمریکا حمله میکنه، به سفارت انگلستان حمله میکنه و حتی خانواده محل زندگی دیپلمات های بریتانیا رو در تهران میرن چپاول میکنن، یا برای یک نویسنده خارجی مثل سلمان رشدی میاد فتوای اعدام میده، یا بیش از 120-125 نفر از دگراندیشان خود مملکت رو در خارج از کشور ترور میکنه. یعنی این کارنامه وحشتناک جمهوری اسلامی در سیاست خارجی که بیگانه با عقلانیت و ارتباطی با واقع بینی جهان نداره، وضعی ایجاد کرده که در خاورمیانه، در اروپا و در آمریکا نگرانی های قابل فهمی برای نسبت به نیت ایران برای ادامه برنامه هسته‌ای وجود داره. برای اینکه نگرانی ها رو رفع بکنن میخوان محدودیت هایی به ایران تحمیل بکنن که هیچ امضا کننده اهنامه بند گسترش تسلیحات هسته‌ای هرگز با اون مواجهه نبوده. به بحث نگرانی ها اشاره کردید. نگرانی ها هم در ایران و هم در ایالات متحده وجود داره و هم در منطقه، در واقع کشورهای منطقه. چرا این کشورها نگران هستند و اصولا نگرانی افکار عمومی در داخل این کشورها ناشی از چیه؟ بله، نگرانی در کشور خودمون، یعنی نگرانی مردم ایران از اینکه اگر این مسئله از طریق دیپلماتیک حل نشه میتونه به جنگ کشیده بشه و مردم میبینن که چه فاجعه ای در عراق و افغانستان و سوریه و یمن و غیر ذالک انجام شده. بنابراین این نگرانی بیش هر جای دیگه ای در داخل خود کشور ماست، ولی نگرانی های بیرون خیلی واقعا روشنه. از آغاز این انقلاب ایران کشورهای همسایه رو تهدید کرد، مشروعیت اونها رو مورد تهدید قرار داد، توانایی عمل کرد نداشت، ولی همین تبلیغات و تهدیدات در اون کشورها که بدون استثنا کشورهای عربی استبدادی هستند میتونست به عنوان ابزاری برای
بسیج مردم خودشون، ترسوندن مردم خودشون مورد استفاده قرار بگیره. و بهترین نمونه این موضوع تهدیداتی که ایران علیه اسرائیل کرد از آغاز جمهوری اسلامی که اسرائیل باید نابود شود. نتیجه این چی بود؟ نتیجه این که اسرائیل میاد در رابطه با قدرت ایران در منطقه اقراق‌گویی‌های وحشتناکی میکنه که اصلا ارتباطی با واقعیت‌ها نداره. از طرف دیگه ایران میاد اسرائیل، موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. دست راستی های اسرائیل مثل نتانیاهو و خامنه ای و شرکا همدیگر رو در تبلیغاتشون بر ضد همدیگه به عنوان ابزاری برای استفاده از افکار عمومی در داخل استفاده میشه. خیلی جالبه که وقتی ادبیات دست راستی اسرائیلی ها رو میخونیم، مرتب دارن از سپاه پاسداران و از سپاه قدس و از خامنه ای و امامان جمعه نقل قول میکنن، برای اینکه موضع خودشون رو در رابطه با خطرناک بودن ایران ثابت بکنن. و وقتی به ایران گوش میدیم، دائم دارن نتانیاهو و دست راستی های آمریکا رو نقل قول میکنن. یعنی دست راستی ها در دو طرف، اینها خواسته یا ناخواسته به همدیگه دارن کمک میکنن که واقع بینی در جوامع این کشور حاکم بر سیاست خارجی نشه. عربستان سعودی، توجه داشته باشیم که در جنگ ایران و عراق، این ایران بود که عربستان سعودی کشورهای عربی خلیج فارس رو تهدید میکرد. بنابراین اونها به صدام کمک کردن. ولی در تابستون 1982 وقتی ایران تونست قوای عراقی رو از کشور خارج بکنه، عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس حاضر بودن به ایران 100 بیلیون دلار خسارات جنگی بدن اگر ایران آتش بس رو بپذیره. خمینی نه تنها این پیشنهاد رو نپذیرفت، بلکه گفت رفتن به قدس از طریق کربلاست. بنابراین این تهدیدات ایران یک پیامدهایی داشته که این پیامدها داره روی مذاکرات هسته‌ای و مواضع دنیای غرب و آمریکا تأثیر میذاره. پرسش من هم دقیقا همین هست. برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان از توافق نهایی میان ایران و غرب بسیار نگران هستند. دغدغه‌های امنیتی کشورهای منطقه دقیقا چیست؟ فکر میکنن که این کشورهای عربی منطقه فکر میکنن اگر ایران و آمریکا یا ایران به توافق برسن با اتحادیه اروپا، این توافق میتونه دست ایران رو باز بکنه، از نظر اقتصادی امکانات بیشتری به ایران بده و نفوذ ایران رو در منطقه افزایش بده. و این نفوذ ایران از نظر اونها که ایران باز مسئولیت اساسی در این مورد داشته، جنگ شیعه و سنی است. ببینید، ایران در این 10-15 سال گذشته بیش از 20 بیلیون دلار کمک اقتصادی و نظامی به دولت سوریه کرده. یعنی یک دولت بربریت فاشیستی که 11 میلیون از 23 میلیون جمعیتش آواره شدند، 3 میلیونشون خارج از کشور، 235,000 انسان قتل عام شدن، حالا تعداد زخمی ها رو حدس بزنیم، و ویرانی شهرها. این بزرگترین دستاورد سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه بوده. حالا اسرائیلی ها اینو به عنوان نفوذ ایران در منطقه مطرح میکنن و ایران هم دوست داره اسرائیلی ها این تبلیغات رو بکنن، بگه صدور انقلابه. ولی با معیارهای انسانی، با معیارهای حقوقی، با معیارهای حقوق بشری، دستاورد ایران در منطقه خاورمیانه برای رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران چی بوده؟ دستاورد ایران در سوریه چیه؟ دستاورد ایران در یمن چیه؟ دستاورد ایران در کمک به حزب الله چیه؟ اینها بلند پروازی های خرافات رژیم رو ارضا میکنه، ولی کوچک نه تنها ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره، بلکه خطری هم برای امنیت و رفاه و حیثیت ایران محسوب میشه. بنابراین رژیم ایران معرف منافع ملی کشور نیست و دست به اقداماتی میزنه که دست راستی ها در دیگر کشورها میتونن ازش استفاده بکنن برای مقاصد خودشون. فراموش نکنیم
که وقتی ما راجع به کشورهای عربی و ایران صحبت میکنیم داریم از کشورهایی صحبت میکنیم که رژیم‌های مستبد فاسد دارن. اینها خودشون رو حاکمین کشور نمیدونن، بلکه صاحبان کشور میدونن. خامنه ای خودش رو حاکم بر ایران نمیدونه، خمینی خودش رو حاکم بر ایران، صاحب ایران میدونست. و اون مشروعیت این صاحب بودن از کجا میاد؟ از آسمون میاد. عربستان سعودی هم همین. بنابراین ما در برابر رژیم‌های فاسدی قرار داریم که چون نسبت به منافع مردم خودشون حساسیت ندارن و بی‌اعتنا هستن، دست به هر اقدامی میتونن بزنن که برای مردمشون فاجعه بار باشه، همونطور که در عراق بود، امروز در سوریه بود، در یمن هست. اما آیا به غیر از کشورهای عربی منطقه، آیا فقط این عربستان هست که نگران نقش منفی و توسعه نفوذ ایران در منطقه است، یا کشورهای دیگه هم نگران هستند؟ درست، این تبلیغات عده زیادی از این تبلیغات است. ببینید، در روابط بین المللی و به طور کلی در دنیای سیاست، خصوصا در کشورهای استبدادی، بزرگ کردن دشمن و استفاده از دشمن برای سرکوب منتقدین داخلی، برای به دفاعی گذاشتن مخالفین منتقدین داخلی و بسیج طرفداران همیشه مورد استفاده قرار گرفته. اولین کسی که راجع به این موضوع حرف زد افلاطون بود که در جنگ بین اسپارتا و آتن دقیقا راجع به همین موضوع بحث میکنه. بنابراین این امر جدیدی نیست. ایران از تهدیدات دیگران استفاده میکنه. در ایران خودمون هر ظلم و جوری که به روزنامه‌نگاران، به دگراندیشان، به حامیان حقوق بشر میکنن، وصلش میکنن به اینکه اینا ارتباط به فتنه بیگانگان دارن، دایجان ناپلئونن، تئوری توته. عربستان سعودی و دست راستی های اسرائیل و دست راستی های آمریکایی هم دقیقا همین کاری میکنن. بنابراین این رژیم ها و عناصری که با در چارچوب منافع ملی خودشون عمل نمی کنن، نیاز به دشمن دارن، برای اینکه این دشمن میتونه ابزاری باشه برای پیشبرد سیاست‌های داخلی اونها در سرکوب منتقدین و مخالفین. اسرائیل هم از همونطور که خودتون هم اشاره کردین از جمله کشورهایی است که از احتمال توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهانی ابراز نگرانی کرده و بارها تاکید کرده که این توافق جمهوری اسلامی رو به قدرتی مهار نشدنی در منطقه تبدیل می‌کنه. این نگرانی اسرائیل تا چه اندازه جدی است؟ به نظر من این نگرانی اسرائیل از نظر تبلیغاتی و از اینکه این معضل رو به شکل کنونی ادامه بده که توجه جهانیان روی ایران باشه، روی معضل هسته‌ای ایران باشه، روی جنگ شیعه و سنی باشه، روی یمن باشه، روی سوریه باشه و توجه زیادی به این نکنن که اسرائیل ظلم و جوری رو که نسبت به مردم فلسطین میکنه، امروز نزدیک به 600 هزار اسرائیلی در مناطق باختری رودخانه اردن سکنا گزیدن، شهرک سازی ها. و واقعا رفتاری که دولت اسرائیل با مردم فلسطین داره برخلاف معنویت، اخلاق و حقوق بین الملل. اسرائیل هر تحولی که در خاورمیانه، هر جنگ و جدالی که در خاورمیانه توجه بین المللی رو از این ظلم و جور اسرائیل نسبت به فلسطینیا منحرف بکنه، ازش حمایت میکنن. و ایران هم در واقع خواسته یا ناخواسته در جهت برآوردن نیاز اسرائیلیا همکاری کرده، بدون اینکه توجه داشته باشیم که اسرائیل در جنگ ایران عراق اومد به ایران اسلحه فروخت. و من خیلی خوب یادمه در اون موقع هنوز ایران بودم، موقعی که یک سوالی که اینجا مطرح میشه بحث جایگاه ایران در منطقه و جهان است. اگر توافق نهایی میان ایران و قدرت‌های جهانی انجام بشه، این توافق جایگاه ایران رو در منطقه و جهان چگونه تغییر میده؟ بستگی به این داره که این توافق چه تأثیری روی این رقابت جناحی در داخل ایران داره. تردیدی نداریم که در داخل ایران گروه ها و عناصری در درون جناح بین خودی ها به این نتیجه رسیدن که ادامه سیاست خارجی 36 سال گذشته خطری برای رژیم و هیچ دستاورد ملموس و مشخصی برای اونها نداره. و بهترین نمونه این که از کجا ما میتونیم به این پی ببریم، سخنرانی دو هفته پیش آقای روحانی بود که دو حرفی زد که اگر این دو حرف رو در گذشته کسی زده بود میگرفتن، ممکن بود اعدامش بکنن. یکی این گفت که
وقتی قدرت سیاسی و اقتصادی و تفنگ و اطلاعاتی و رسانه‌ای و اطلاعاتی در یک نهاد یا گروه جمع میشه، فساد و استبداد و ظلم اجتناب ناپذیره، حتی اگر سلمان رشدی و غیر سالک سر کار باشه. که این حرف دومی که زد، گفت مسائل اقتصادی ایران فقط موقعی میتونه حل بشه که ما با بقیه دنیا روابط عادی تجاری داشته باشیم. این جناحی در داخل مملکت، توی این در داخل رژیم، در داخل سیستم اینطور فکر ما نمیدونیم که این توافق هسته‌ای تا چه اندازه میتونه به این جناح کمک بکنه. بنابراین یک رقابت جناحی، یک که واقعا جنبه ایدئولوژیک هم داره، در داخل رژیم ایجاد شده که این توافق هسته‌ای میتونه به کسانی که میخوان نسبتا ایران رو در جهت عقلانیت سوق بدن کمک بکنه. ولی به هیچ وجه مطمئن نیستیم، برای اینکه طرفداران خرافات و جهل هم در نهادهای مختلف رژیم قدرت زیادی دارن و خامنه‌ای هم تمایل اینکه با جهالت و خرافات همکاری بکنه خیلی زیاده داشت. تأثیر توافق میان ایران و قدرت‌های جهانی بر رابطه آمریکا و ایران چگونه است؟ این باز بستگی به ایران. من فکر می‌کنم اگر ایران حاضر بشه با آمریکا روابط تجاری عادی برقرار بکنه، این روابط تجاری میتونه به فروکش تبلیغات ضد آمریکایی و شیطان بزرگ کشیده بشه که این خودش تحولی. ولی من موضوع اساسی اینه که آیا رژیم ایران یک رژیم تمامیت‌گرایی که در حریم خصوصی زندگی دخالت میکنه، مشروعیت خودش رو از آسمون میگیره و مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، آیا این کشور میتونه با بقیه دنیا روابط عادی داشته باشه؟ این سوالی است که برای خود من واقعا مبهمه، نمیدونم، مگر اینکه با گذشت زمان خود رژیم به مرور توی یک تحولی بره که رهبران اولیه کنار گذاشته بشن و فرزندان اونا اگر هیچ تغییری هم در ایران ایجاد نشه در جهت عقلانیت و توجه به منافع ملی ایران عمل بکنن. ولی اینها امیدهایی است که عده‌ای در ایران دارن، ولی در حال حاضر کسانی که صاحبان قدرت در ایران هستن این نوع تمایلات رو از خودشون نشون نمیدن. آیت الله خامنه ای هم بارها تاکید کردند که رابطه با آمریکا به جز حل مسئله هسته‌ای برای ایران سودمند نیست. آیا می توان گفت که پس از توافق هسته‌ای دو کشور به سمت عادی سازی رابطه پیش برن؟ دولت اوباما این آمادگی رو داره و اگر در طی یک سال و نیم آینده که بعد از حتی ماه به جوان که میرسیم اوباما هنوز رئیس جمهور آمریکا، اگر در این مدت این دو کشور بتونن روابط تجاری خودشون رو در جهت عادی سازی پیش ببرن، میتونه زمین ساز باشه. ولی واقعا این مربوط به یک تصمیم اساسی و ایدئولوژیک در داخل رژیم ایرانه که آیا بینشی مثل بینش آقای روحانی یا ظریف در درون رژیم. هنوز ما صحبت از جامعه ایران یا ملت ایران نمی کنیم، و اینکه انتخابات در ایران انتخابات دموکراتیک نیست، انتخاباتی است که بین نخبگان متعهد به ولایت فقیه انجام میشه. ولی در بین اونها هم اختلافاتی هست، عده‌ای میخوان برای بقای خودشون، برای پاسخگویی به نیازهای مردم ایران در جهت عادی سازی رابطه پیش برن. نمیدونیم که این اختلاف و رقابت جناحی در داخل ایران به کجا کشیده میشه، ولی نتیجه این رقابت جناحی در داخل ایرانه که تعیین کننده اینه که روابط ایران با آمریکا یا اتحادیه اروپا در چه مسیری میشه. با وجودی که خبرها از لوزان حاکی از پیشرفت مذاکرات است، اما همزمان گفته می شود که هنوز پرسش‌های بسیاری باقی مونده که ایران باید پاسخ بده. اگر توافق نهایی به دست نیاد و دنیا به این نتیجه برسه که دیپلماسی در مورد ایران فایده نداره، گزینه بعدی چیه؟ این واقعا برای جامعه ایران یک خطر بزرگی خواهد بود، به این معنا که یعنی هر صحبتی که دست راستی های آمریکا، دست راستی های اسرائیلی و دست راستی های کشورهای عربی میکردن که تحت هیچ عنوانی به ایران نمیشه اعتماد کرد، ایران حاضر به تساهل، حاضر به اصطلاح کنار اومدن به قول خودمون با دنیا نیست،
حرف اونا ثابت میشه، بنابراین خطر جنگ افزایش پیدا میکنه. ولی من فکر نمیکنم که در حال حاضر رژیم ایران چنین چیزی رو بخواد. بنابراین حتی اگر به توافق نهایی نرسن، این مذاکرات زمین ساز ادامه مذاکرات کم و بیش همون اتفاقی میفته که 4 ماه پیش افتاد. ولی من انتظار ندارم که بگن این مذاکرات شکست خورد و ما برمیگردیم به 2 سال قبل. اون برای طرفین غیر قابل تحمله. خیلی کوتاه اگه به ما پاسخ بدید که چقدر به توافق نهایی میان طرفین امیدوار هستید؟ من امیدوارم که اینها در همین روز امروز فردا به توافقی برسن که برای طرفین قابل تحمله، ولی هر کدومشون میره تو خونه خودش و تفسیر این تقابل رو اونطوری مطرح میکنه که در برابر منتقدین و مخالفین داخلی یک دفاع و توجیه منطقی پیدا بکنه. این دقیقا مشکل اساسی که از در همین ساعاتی که ما داریم صحبت میکنیم وجود داره، نوشتن این متن، ماهیت و کیفیت و زبان این متن که چگونه مورد استفاده تبلیغاتی مخالفین این توافقنامه قرار نگیره. بنابراین این نوشتن این متن در ادامه همکاری بین ایران و گروه به کشورهای اروپای اتحادیه اروپا و آمریکا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنه. با سپاس از حضور شما در برنامه، دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در نیویورک و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل که از این شهر با ما همراه بودند. سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا به نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.